در اول قرنتیان باب 6 آیه 3 صحبت از داوری فرشتگان توسط ایمانداران شده. تفسیر درست این آیه چیست؟ بله. هر وقت صحبت از فرشتگان میشه خود پیچ میخوره. پیچ میخوره ما ایماندارای خود توضیحاتش سخت هست. من میخوام در واقع صحبت‌هایی رو که در مورد جواب این سوال می‌کنیم از کتاب آقای جان مک‌آرتور صحبت بکنیم، در واقع صحبت تفسیر ایشون از کتاب اول قرنتیان هست. اگر دوست دارید استفاده بکنید میتونید کتاب رو تهیه بکنید. یکی از بخش‌هایی که در مورد جواب این سوال صحبت خواهیم کرد از این کتاب خواهد بود. اما تو جواب این سوال من دو تا آیه رو لازم دیدم که صحبت بکنیم راجبش. یکی اول، یکی دوم پتروس 2:4 هست. اگه یادمون باشه وقتی که شیطان سقوط میکنه، فرشتگان زیر دست او هم با او سقوط میکنن. و توی دوم پتروس 2:4 میگه زیرا هرگاه خدا بر فرشتگانی که گناه کردن شفقت ننمود، بلکه ایشان را به جهنم انداخت، به زنجیرهای ظلمت سپرد تا برای داوری نگاه داشته شود. پس ما میدونیم که فرشتگانی که زیر دست شیطان بودن برای داوری الان، برای روز داوری در واقع منتظر هستن. پس وقتی صحبت فرشتگان میکنه تو این متن مشخص نمیکنه که کدوم فرشتگان. ما میدونیم فرشتگانی که زیر دست خداوند هستن در ذاتشون گناه نیست و جای برای این نیست که اصلا کسی بخواد روشون داوری بکنه. بنابراین حدس یا بیشتر جهتی که داده میشه به جواب این سوال این هست که در مورد این فرشتگان صحبت میکنه. اما لغتی که داره تو این آیه به کار میبره توی اول قرنتیان 6:3 هست، اون لغت در واقع به معنی قضاوت و داوری کامل نیست، بلکه میتونه به معنی حکومت کرد بر هم معنی داده بشه. اختیار داشتن. بله، اختیار داشتن. و اگه برگردیم به آیه دومی که میخوایم در جواب این سوال با هم بررسی بکنیم، افسوسیان 1:18-23 رو من خیلی سریع برایتون بخونم. میگه تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید دعوت او یعنی عیسی مسیح چیست و کدام از دولت جلال میراث در مقدس، یعنی آنچه که ما از عیسی مسیح به ارث میبریم، و چه مقدار از عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین بر حسب عمل توانایی قوت او، یعنی چقدر در او قدرت داریم که در مسیح عمل کرد چون از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جاهای آسمانی نشانید. داره میگه عیسی مسیح چقدر قدرتمند هست، بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده میشود، نه در این عالم بلکه در عالم آینده. و بعد میگه همه چیز زیر پاهای او نهاده شده که عیسی بداند که ما بدن او هستیم. در اینجا داره اشاره میکنه که ما جزئی از بدن عیسی مسیح، ما جزئی از میراث ارث برده عیسی مسیح قادر هستیم که از او قوت و اختیارات او رو نیز در واقع زیر نظر او کنترل بکنیم. و یکی از این اختیارات در واقع همین حکومت کردن شاید بر این گروه فرشتگان هست که گفتم، چون گروه فرشتگان دیگر که اصلا نمیتونیم راجعش صحبت بکنیم چون در گناهی ندارن که بخوان براشون داوری بشه. و به این شکل شاید اگه به آیه نگاه بکنیم برامون درکش راحت‌تر باشه. من فکر می‌کنم تا این حد بسنده کنم. اگه شما از اون چیزی دارید می‌خواید اضافه بکنید؟ نه؟ من هر وقت صحبت از فرشته ها عالم حال نمیشه زیاد، چون آیه ای هستش حقیقتش بیشتر برداشته و یک صحبت خیلی مشخص و ثابتی که بتونیم بگیم 100% اینه نیست. احتمالات برداشت های شخصی خودمون باشه. تفسیرهایی هستش که زیاد شاید پشتوانه هم نداره، ولی خب نظرات مختلف برای بعد آیه رو یه جور فهمید دیگه. بعد در مورد دیدگاه های مختلف و موضوع های مختلف صحبت کرد که فکر کنم اشکان عزیز شما قشنگ جواب بده. با توجه به آیات دیگه که تا موقعی که در تناقض نباشه این برداشت بهتری باشه.